خداوند هر پدر و مادری را که دوست داشته باشه فرزند اولش دختر است. چرا که در شأن هیچ پسری سوره قرآن نازل نشده که بابت شکرگزاری کنید. حتما ازدواج کردین؟ چند تا دختر؟ متاسفانه یک تا دختر. بله الحمدلله ازدواج کردیم و خدا را سپاسگزار هستم بابت این نعمتش. فعلا یک دختر. نخیر. حتما ازدواج کردین شما؟ بله. دختر دارین؟ بله. دختر شما چه نقشی در زندگیتون داشته؟ دختر دیگه همی که خداوند و حدیث های زیادی در باره دختر است. خداوند هر پدر و مادری را که دوست داشته باشه فرزند اولش دختر است. و دیگه ای که دختر مورد برکت است، رحمت است در یک خانواده. و خودم هم یک دختر نسبت به 6 تا پسرم زیادتر دوست داشتم و زیادتر با محبت کردیش افتار میکردم و زیادتر برایش احترام میماندم. دیگه زیاد دوستش داشتم. میتونم بگویم که زندگی ناتکمیل ما با دخترم تکمیل شده. وجود دختر در زندگی شخص خودم جای مادر، خواهر، پدر، حتی مادر و همه فامیل ما میتونم بگویم پر کرده. بخاطر که وقتی که آدم دختر میداشته باشه همرازت میباشه، همدردت میباشه. طبیعتاً وقتی که آدم ازدواج کرد از خانواده دور میشه و او دختر است که با تو در او لحظه جوری و ناجوری پرستار مادر و پدر دختر میباشه. همون قسمی که پرستار پیامبر گرانقدر ما دختر ایشان بودن. پس نقش خیلی مهمی داره در زندگی ما. طبق حدیث روایت که ما شنیدیم دختر برکت است، یعنی نسبت به پسر چندین برابر است برکتش در خانواده و طبیعی است که نقش خیلی مثبت داره. بسیار نقش مهم داره و دختر که از بسیار یک نعمت بزرگ خداوند است که برای خداوند بر انسان هدیه میکنه. برای دلخوشی دخترتان تا حالا چه کاری را انجام دادیم؟ برای دلخوشی دختر ما پیش از اینکه او سلام بده و واقعا ما برای سلام میدادم و بسیار قدیش با محبت رفتار میکنم و دیگه هر چی که حدیث ما آمده صرف نکردیم برایش و در طول تاریخ برایش یک امپلوغ هم نزدیم یا یک مرگ یا خشونت نکردیم در دختر و دخترم دیگه زیاد دوست داشتم. هرچی که در توانم بوده چه از نظر مالی و چه از نظر معنوی در حد توانم چیزی برش کم نمانده. هرچی که توانم بوده چه از لحاظ درسی، چه از لحاظ محبت و چه از لحاظ مواد خوراکه و خیلی دوست دارم از زمانی که از بیرون خانه میرم حتما با خودم یک چیزی برش ببرم. زمانی که من داخل میشم اولین چیزی که سراغ میاد دوستکار میگه تو برام چی آوردی و روایت هم هست از پیامبر زمانی که شما بازار میرین باید هدیه برای خانواده ببرین چون که مانند صدقه دادن است، مخصوصا برای دخترانتان. پس من به حیث یک مادر وظیفه ام از وقتی که وارد منزل میشم باید برای دخترم حتی اگه به قیمت بسیار اندک باشه یک هدیه خیلی کوچک باید داشته باشم. چون من دختر ندارم، تجربهش ندارم، شاید دقیق گفته نتونم، ولی برای یک دختر به نظرم بهترین دلخوشی در این زمانه همه تحصیل است که پدر بتونه بر از او زمینه رو مساعد کنه که او تحصیل کنه. زیادتر کارهایی که اونا رو خوشحال میسازه کوشش میکنم که اونا علاقمندی چی را دارن زیادتر و از خودم شخصا دخترهایم علاقمندی درس خواندن داشتن که الحمدلله یکیش و اسمش معصومه هستم و فارغ پنتون کابل از رشته کیمیا و دومش هم که هستم مریم جان نامشان هستم که فعلا دیگه مکتب نیست، حالا فعلا قرآن شریف تدریس میکنن. کسایی که ازدواج میکنن و صاحب فرزند میشن اگر او دختر باشن چه اسمهایی مناسب است که روی امو نوزاد خود بمانن؟ اسمهای مناسب امی اسمهایی که از ائمه محسونی میمیان به ما مانده، جمله بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها، بی بی فاطمه محسومه، بی بی شهربانو، حضرت ام البنین و و امی اسمها کلگیش مناسب است که اسمها را باید ببانیم. نام هایی که ما میتونیم دختران خدا به عیسی مسما کنیم بهترین نام ها نام هایی است که شخصیت ایشان را بسازه و از شخصیت هایی باشه که ماندگار باشه، نام خوب بر جهان داشته باشن. پس بهترین نام ها نام های ائمه ما هست و نام های معصومین ما، مانند نام های ائمه و بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا که بهترین اسامی است. نامش خیلی دوست دارم از اسامی القاب ائمه
معصومین باشن، مثل طاهره، معصومه، زهرا، زینب، همهشون قشنگ. یکی از نظر ایمی معصوم علیه السلام سه تا حق که حق واجب فرزند بالای پدر مادر می باشه، سه چیز است که اولش هم یه اسم می باشه که بهترین اسم برش انتخاب کنه که یعنی هم مفید برش باشه و هم سبب شرمندگیش در دنیا و آخرت نشوه، و بهتری است که اسم معصومین سرش انتخاب کنه بهتر است. در مورد ثواب تربیت و بزرگ کردن یک دختر نسبت به فرزند پسر چه معلومات داریم که آیا برابر از کم از زیاد است؟ این معلومات ما دارم که یک دختر کلان کردن و بزرگ کردن و به اندازه دو تا پسر ثوابش پیشگاه خداوند بیشتر است. ما روایتی داریم از پیامبر گرانقدر ما که می فرمایند دختر حسنه هست و پسر نعمت. از نعمت ها پرسیده میشه، اما از حسنات و او رحمت و او هدیه که خداوند میده پرسیده نمیشه. پس از این روایت و آیه قرآن، سوره قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ما از این آیه میفهمیم که خدای مهربان وقتی که بر ما میگه شما در لذای این نعمت شکرگزاری کنید و سپاسگزار باشید که چنین نعمتی در اختیارتان گذاشتیم، طبیعتاً اجر و پاداش بزرگ کردن دختر نسبت به پسر بسیار بالا است، چرا که در شأن هیچ پسری آیه قرآن، سوره قرآن نازل نشده که بابت شکرگزاری کنید. اما در لذای ولادت حضرت زهرا که یک دختر هست سوره داریم. به نظر اجر دختر شاید زیادتر باشه، شاید اندازه دو پسر باشه. دختر همین رقمی که آمدنش در زندگی خیر و برکتش بیشتر از پسره، اجرش هم حتما بیشتر است. و از نظر فضیلت بسیار فضیلت زیاد داره. پیامبر گرامی اسلام خودش فرموده که دختر مهربانتر از پسر هست، و کسی که سرپرستی دو تا دختر یا دو تا خواهر داشته باشه خداوند بهشت را بر او واجب میسازه، و کسی که دختر را خوشحال بسازه خداوند در روز قیامت آنها را خوشحال میسازه. ولادت بی بی فاطمه محصومه سلام الله علیها را اولا در پیشگاه آقای امام زمان اجل الله فرجه شریف و دوم در جهان اسلام تبریک میگم. ولادت با سعادت حضرت محصومه سلام الله علیها و هفته کرامت خدمت همه عزیزان، علی خصوص عزیز عزیزان سرور جهانیان آقا صاحب زمان تبریک تهنیت عرض میکنم، و همچنین خدمت تمام دختران مسلمان علی خصوص دختر نازنین خودم تبریک تهنیت عرض میکنم و آرزو میکنم خداوند عمر طولانی، عمر با عزت نصیب تک تکشان کنه و همیشه زیر چادر بیبی دو عالم باشن انشاءالله، و خدمتگزار آقای امام زمان باشن. روز ولادت بیبی معصومه سلام الله علیها را و آقای امام زمان، به تمام شهران، به تمام مردم سرزمین تبریک میگم، و روز دخترم مبارک. روز میلاد با سعادت بیبی معصومه علیه السلام را اولا به پیشگاه ولیعصر آقای امام زمان و بعدا به حاضرین و مسلمین جهان تبریک و مبارک باد میگویم.